سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به ویدیو جدید. امروز میخوایم که یک خجور آماده کنم که مواد لازمش از 4 پیاله آرد، نیم پیاله شیر گرم و نیم پیاله هم روغن، 3 دانه تخم، 1 پیاله بوره و 1 قاشق هم بیکینگ پاودر، 1 قاشق هم ایل چای که همین مواد را ما به خجور استفاده میکنیم. امروز در برنامه یک مهمان ویژه هم دارم، حال خودش خود برتان معرفی میکنم. Hi everyone, my name is Shara. I'm helping my mommy today. Put the egg in this. I put this in this. خب علی مهمان ویژه ما را شناختین که کی است. دیگه شرام جان بچگه کم است که خجور خیلی دوست داره و باز من امروز خواهش کرد که برش خجور آماده کنم و گفت که من هم امروز کمک میکنم. خب علی، ما تخم و بوره را انداختیم، ایره در میکسر خوب میکسش میکنیم. بعد از اینکه تخم و بوره خوب میکس شد، حالا روغن اضافه میکنیم و این هم شیر است که البته شیرتان یک کمک گرم باشه و همچنان ایل چای که اینا را هم با هم یک جای میکس میکنیم. ای هم بیکینگ پاودر است که ایده هم اضافه می کنم. حالا آرد کم کم اضافه می کنم و ایده میکس کردن می گیرم تا وقتی که امی خمیر خود خوب سخت بسازم. ای هم پیاله دوم است که اضافه می کنم. ای هم پیاله سیوم است. ببینید که هنوزم خمیر نرم است، هنوز خود سخت نکده. ای هم پیاله چهارم است که اضافه می کنم و حالا تقریبا خمیر خود کم سخت کده رویست. ببینیم که حالا چطور میشه. خب من دیگه آرد اضافه نکردم، فقط امو 4 پیاله آرد کافی بود. ببینیم که خمیر ما خوب سخت آمده. حالی را با مدت 20 دقیقه میمانیم که خمیر استراحت کنه، بعدا ای را آماده میسازیم. تقریبا 20 دقیقه گذشت، حال خمیر ما آماده است که ما خجور جور کنیم. خمیره به زوالگک های خورد تقسیمش میکنیم، کوشش کنیم که کلش به یک اندازه باشه که وقتی که می خجورم کاماده میکنیم کلش یک قسم بیایه. خمیره یک کمک اوار کنین و بعدا بالای امو
هر ظرفی را که شما پیدا میکنین آشپزخانه تان که همو شکل خجوره بته مای بسکتا که از چپس است میره پیدا کردم که دی میتونستم همو شکل خجوره آماده کنم. یک مقدار شما آماده کردم که ایره کم کم پخته میکنم و در جریان از اینکه پخته میشه دیگه هم جور میکنم. خب یک کرایی را به سر داش میمانیم و روغن مندازیم. روغنش باید زیاد باشه که میخواد جور زیر روغن بره. زیاد هم نندازین یک دم که بانین که جایش کلان باشه که خوب پخته شوه و به آتش میدیم پخته کنیم، بسیار بلند نباشه که دفتن رویش سرخ میشه و بینش خام میمونه. کوش کنیم که آتشش میدیم باشه. خجوره را چپه و راسته کنیم که هر دو طرفش خوب پخته شوه. آل خجورا کاملا پخته شده، حالا وقتش است که باید از روغن بکشیم. خب به می ترتیب میتونین که تمام خجورا را پخته کنین کم کم. دیگه این خجور که ما آماده کردم هم نرم میایه و همچنان زیاد چرب و روغنی نمی باشه. بعضی وقتا که از فروشگاه افغانی که من خجور رو میگیرم بسیار چرب است، حتی می دست دادم از چرب میسازه وقتی که ایره بگیره. به می خاطر من روغن داخل خمیرش بسیار کم اضافه کردم، فقط نیم گلاس، به خاطر از اینکه خود از این در روغن هم سرخ میشه. شهرام جانم همراه ما کمک میکنه که خجور رو آماده کنم. ببینین که برتان نشان میده که چه قسمی را آماده کنیم. And now it goes right here. بسیار یک خجور خوشمزه آماده که هم نرم است و همچنان چرب نیست، بسیار روغنی نیست و بینش هم خوب پخته شده. Make sure to like and subscribe. Bye.